از آن که در محیط امروز جامعه آموزش ادب و فرهنگ ترغیب شده، بیشتر برنامه‌های تلویزیونی کشور و برنامه‌های پند و اخلاقی، تربیوی، ادبی و فرهنگی تشکیل دهند هم، ولی در شبکه‌های اجتماعی اینترنت ظهورات تشویش‌آور به مشاهده می‌رسد که تا اندازه بر ضد فرهنگ و اخلاق ملت تأثیری منفی گذاشته ایستاده است. توسط شبکه‌های اینترنت با استفاده از اینستاگرام و فیسبوک، بعضی نفران اخلاق کاسته دور از معرفت و احترام آدمی به صحیفه اینترنتی دیگر شهروندان به خصوص بانوان وارد شده، عکس و نوارهای خصوصی دیگر استفاده برندگان را نسخه برداری کرده، با طرز فتوشاپ عکس‌های اصلی بانوان را اوریان نموده، برای جلب بینندگان استفاده برندگان صحیفه‌های خود با قبل شبکه پرنگرافی عکس و نوارهای خصوصیت شهوانی داشته را تشکیل کرده استودند. البته هر یک نفر شهروند مملکت حقوق معنوی دارد که از شبکه و سامانهای اینترنت به مانعگی و فراخ استفاده برد. نفر دیگری حقوق ندارد که چنین دسترسی به اینترنت دیگران را محدود سازد. از عکس و نوارهای خصوصی شهروندان برای اعراب، شانتاج، تمجوی یا خود تهدید به بدنامسازی استفاده سازد. در رفت عملی سازی چورابین های اپراتیوی، کارمندان ریاست کافتگاه جنایتی وزارت کارهای داخلی توانستند چنین حالت را آشکار سازند. دو نفر ساکنان ناحیه باباجان غفروف ولایت سوخت، عبدالله امرخان اکبرخانویچ سال تولدش 1999 و فوزیلوف رستم بای زاهید بایویچ سال تولدش 2000 در شبکه های اجتماعی اینترنت عکس و نوارهای دیگر بانوان را با استفاده از برنامه مخصوص کامپیوتر فتوشاپ با خصوصیت پرنگرافی پیشنهاد دیگر استفاده برندگان اینترنت نمودند. در شبکه اجتماعی اینستاگرام صحیفه با نام حادثه تیوه شدم که در آن صورت ویدیوهای پورنوگرافی پرافتم. همین مقصد پرافتن همین نوار و صورتهای خصوصیت پرنگرافی داشتن با کدوم مقصد نوار شما در صحیفه اینستاگرام تون پرافتین؟ پرس ما پر پرس بیشتی چم کردم. من با او خاطر پرافتن که صحیفه من پرس چون بیشتر شد و پرس مطرور بیشتر شد ولی از که دو گفتم شایمون هستم و به دیگر جمعون هم گفتیم گفتنی هم که به این خیلی کارو دست نزدم از به این کارهای خودشان. البته چنین کردار این دو تن جوان عمل ضد اخلاقی و پامال کردن حقوق و منفعت‌های دیگر شهروندان بوده، احتمال و خطر چنین بدنامسازی‌ها می‌تواند با پاش خوردن اویله و نزاع‌ها در بین خانواده‌ها گردد. طبق قرار رسید این دو نفر امرخان عبدالله و رستم بای فوزیلوف با مهلت 10 شبانه روز در حبس ماموری نگاه داشته می‌شوند. با پیشنهاد آشکارسازی چنین حالت‌ها از شهروندان احترامانه خواهش کرده می‌شود که از تشویق و پیروی از عمل‌های ضد اخلاقی دوری جویند، چون که بد اخلاقی زمینه با وجودی جنایت است. شهروندان خوب آگاهند که وقت‌های اخیر چند نفر به نام بلاگرها برای جلب تماشابینان صحیفه شبکه‌های اینترنتی خود از قالب اخلاق احترام بیرون شده با لحن زشت و گفتارهای بی‌حیایی و مهلت‌های گوناگون حبس ماموری را از سر گذرانیدند.